خب ببینیم سوالمون چی گفته. میگه اگر یک مول اندو او 5 مطابق معادله زیر تجدید شود تا پس از اتم واکنش در ظرف سربسته واکنش 1.9 مول گاز وجود داشته باشد، بازده واکنش کدام است؟ بچه ها دقت بکنید، گفته که من یه مقدار گاز دارم، درسته؟ این گازه میاد یه واکنش انجام میده، واکنش من میگه بازده 100% نیست، مقدار گازم هم خالصه. زمانی که واکنش ما بازده 100% نباشه، یعنی یه سری عوامل توی واکنش راست و ریست نبوده، یعنی درست نبوده، مقدار واکنش دهنده من به شکل کامل تبدیل به فراورده نشده، پس من میتونم در نظر بگیرم که یه مقدار از واکنش دهندم توی در واقع ظرف واکنشم باقی مونده. حواستو جمع کن. گفته که چی؟ گفته که یک مول از این داریم، اومده وارد واکنش شده، از اینا تولید کرده، مجموع گازمون شده 1.9. خب من میدونم که اگر 2 مول NO5 رو بیام واکنش بدم، 4 مول NO2 تولید میکنه و چی؟ 1 مول O2 و در مجموع چقدر؟ 5 مول گاز تولید میکنه. درسته؟ حالا چه کار میکنم؟ من میگم که 1 مول NO5 داشتم، چقدر ازش باقی مونده؟ 2x کم شده دیگه، یعنی به مقدار اون مقداری که کم میشه و مولی که کم میشه و تبدیل به فراورده ها میشه قرار میدم x. میگم 1 منهای 2x من شده چی؟ مقدار واکنش دهنده باقی مانده که به خاطر عدم ایجاد شرایط مناسب واکنش نداده. خب اگر من اینو بیام جمع کنم با چی؟ 5x، من 5 مول گاز تولید داشتم، درسته؟ به علاوه 5x شده چقدر؟ 1.9. خب x رو حساب بکنم، دقت بکن، میشه 3x مساوی میشه با چقدر؟ 3/10. حواستو جمع کن ببین چه اتفاقی افتاده. 2x من مصرف شده، درسته؟ 2x هم میشه چقدر؟ x اینجا میشه 3/10، درسته؟ 2x من میشه چقدر؟ میشه 6/10. مقدار اولیه‌ام چقدر بوده؟ ناگهان مصرفیش چقدر بوده؟ 6/10 بوده. اولیه‌اش چقدر بوده؟ 1/10. 6/10 تقسیم بر 1 میشه چقدر؟ 6/10. یعنی چند؟ یعنی بازده من 60% بوده. پس جواب تستم میشه گزینه 2 بچه‌ها.